عزیز امیدوارم همه تون سرحال باشید و غبراغ و قوی و محکم در عیسی مسیح پیش برید من که خیلی خوشحالم دوباره با شما هستم و حالیم. یک برنامه دیگه ما داریم ادامه میدیم شما هم خوشحالید؟ بله. از قیافهاتون معلومه خب امروز میخوام در مورد مطلبی صحبت کنیم که خیلی جالبه آیا شما تا به حال تو زندگیتون لغزش خوردید یا نه؟, نه. لغزش نه اینکه چیزی بخورید ها <applause> یعنی افتادید یا نه؟ نه شما کسی را تو زندگی نمیبینید که یک بار حداقل لغزش نخورده باشه عیسی مسیح این همه خوشا به حال داره یادتونم مثلا خوشا به حال مسکینان در رو خوشا به حال چی خوشا به حال اونایی که پاک دلن یه خوشا به حال فراموش شده وجود داره که در مورد این زیاد صحبت نمیشه در انجیل متا و همینطور در لوقا دو تا آیه عین خی... هم خیلی شبیه هم میگه خوشا به حال کسی که در من نلغزد این جالبه نه خوشا به حال یکی منفیه خوشا به حال کسی که در من نلغزد متا باب یازده آیه شیش لوقا باب هفت آیه بیست و سه پس همه ما ممکنه در ایمانمون ضعیف بشیم ممکنه لغزش بخوریم کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید در عهد عتیق به زبان عبری و در عهد جدید به زبان یونانی لغزش یعنی چی؟ یعنی دام تله یکی از تله میذاره مثلا یه چیزی بیفته تو تله یعنی دام گذاشتن به تله انداختن در عهد جدید بیشتر تاکید میکنه سر خوردن صخره عیسای مسیح یه نفر روی صخره سر میخوره و واقعا روی صخره ایستادن مشکله نه مخصوصا اگه بارون بیاد و خیس بشه اینا مسیح اون صخره است ما روی اون سر میخوریم در عهد عتیق میگه تله مکش در زبان عبری یعنی گیرانداختن توی تله شیطان میخواد ما را بندازه توی تله تا لغزش بخوریم آیات بسیاری در این مورد نوشته شده و این آیات نشون میده که لغزش واقعیتی است که برای همه وجود داره من دیدم حتی خادمین خدا لغزش خوردن شما الان به یاد بیارید به خودتون همین الان فکر کنید کسی رو میشناسید اسم نیارید ولی الان سست شده در ایمان هم. کسی به یاد میاره هم. خب چیکار باید بکنید براش دو. دو. دعا. دعا کنید خب حالا بحث اصلی اینه چکار کنیم نیفتیم تو این تله روی صخره سر نخوریم بیایید در مورد این بحث کنیم شما پیشنهاد چه چکار کنیم لغزش نخوریم کلام خدا رو بیشتر بخونیم بیشتر به کلیسا بریم سعی کنیم هیچ جلسه رو از دست ندیم این باعث میشه که بیشتر با کلام خدا زندگی کنیم و کمتر لغزش بخوریم خب کلام خدا رو بخونیم ببینید همه ما کلام خدا رو میخونیم قبول دارید؟ <applause> کم و بیش میخونیم در روز حالا توی موبایلتون سلفونتون هست کلام خدا الان همه جا هست ولی اگه بخونیم بیشتر میخوام یه کلمه هست که چطور به کلام نگاه کنیم؟ چجور بخونیم؟ با عشق, عشق بخونیم عاشق کلام خدا باشه در مزامیر هم در مزامیر مثلا مزمور 119 میگه آنانی که کلام تو را دوست میدارند هیچ چیز باعث لغزش آنان نخواهد شد آنانی که کلام تو را دوست میدارند شما کلام خدا چطور میخونید؟ شریعتوار؟ مثلا جایی نوشته که هفت صبح انجیل را باز کن و بخون تو انجیل شما هست؟ نه. کلام باید عاشق باشه کلام خدا رو اینطور به زبون خودتون خیلی ساده و آمیانه بخونید بله مزمون 119 آیه 165 میگه کلام خدا آنانی که شریعت تو را دوست میدارن سلامتی عظیم است و هیچ چیز باعث لغزش ایشان نخواهد شد محسا خیلی قشنگ گفتی کلام خدا حفظ کلام مطالعه دیگه چیکار کنیم؟ محبت کردن محبت اصلا منظورتون چیه؟ با محبت کردن به هم دیگه میتونیم که توی یوحنا اگه اشتباه نکنم اول یوحنا اشاره شده بهش که کسی که محبت میکنه لرزش نمیخواد آفرین کلام خدا میگه در رساله اول یوحنا یوحنا رسول عیسی مسیحه اون رساله را مینویسه چقدر کلمه محبت رو به کار میبره نه و کلمه میدانم یا میدانیم محبت بعد به یک دیگر میگه کسی که برادر خود را محبت میکند در نور ساکن است و لغزش نمیخورد این خیلی مهمه اگه همدیگر رو محبت کنیم حالا اگه یه نفر لغزش خورده ما چیکار کنیم محبتش کنیم بله چه اشکال داره حکیمانه میتونیم محبتش کنیم جوانان عزیز خواهران من برادران من لغزش واقعیتیه که وجود داره یه چیز جالب یه چیز فنی در زمان مسیح چرا مسیح گفت اگر کسی لغزش بده لغزش بده یعنی مسیح تاکید میکنه نه لغزش بخوریم نه لغزش بدیم هر دو مهمه اگر کسی لغزش بده بهتر سنگ آسیابی برگردنش انداخته آویزان بشه بیفته تو دریا در اون زمان اگر کسی به مملکت خیانت میکرد یا به خدای خودش خیانت میکرد یعنی لغزش میخورد یه سنگ گنده حالا نه مثل سنگ آسیاب مینداختن رو گردنش یعنی که گردن میشکستی که مینداختنش تو قره دریای جلیل تو اون دریاچه جلیل این اگه میخواست بیاد بالا سنگ و بسته بودن نمیتونست باز کنه یعنی ببینید چقدر مهمه که ما کسی را لغزش ندیم شما میتونید راحت بگید من هر طور میخوام زندگی کنم میتونید بکنید نمیشه هر جور میخوام میپوشم الان ما اینجا نشستیم برنامه داریم هر جور میخوام میپوشم ما ما باید مواظب باشیم هر حرفی رو هر جا میخوایم میزنیم نمیشه پس مواظب باشیم اون سنگ آسیاب رو برگردن نندازیم یعنی به خداوند خود خیانت نکنیم آیا میتونید بگید افرادی که لغزش خوردن تو عهد جدید چند تا اسم بیارید مثلا یهودا یهودا پتروس پتروس. پتروس جالبه که برگشت توبه کرد نه یهودا که نه کلام خدا میگه رفت حلقاویز کرد خودشو دیماس دیماس میگه به خاطر محبت جهان دیماس منو ترک کرد و رفت پولس رسول میگه پس ما باید مواظب باشیم از لغزش محبت به برادر زندگی در نور اینها خیلی مهمه عاشق کلام خدا بودن که خیلی قشنگ محسا گفت یکی از کارهای دیگه که ما میتونیم بکنیم برای اینکه لغزش نخوریم امثال باب سه آیه پنج میگه اعتماد و توکل بر خدا به تمامی دل خود بر خداوند توکل نما و بر عقل خود تکیه مکن میگه عیسی مسیح رفت در شهر ناصره قبولش نکردن جالبه نبی بی حرمت نباشد مگر در موطن خیش ام. یعنی گفتن ای این همون پسر نجار خیلی تغییرآمیز به اون نگاه میکردن و مردم اونجا انگار لغزش خوردن و میگه مسیح نتوانست معجزات بکنه یه نکته جالب بگم اینو یاد بگیرید در عهد جدید کلمه لغزش مترادف با شک حالا ما در آینده در مورد شک باید صحبت کنیم شک گاهی مترادفه اینا فراموش نکنیم و بیشتر برای ایمانداران به کار برده شده اونایی که به مسیح ایمان دارن در کلام خدا در عبری میگه خوشا به حال کسی که به من شک نکند یعنی لغزش نخورد, نخورد. از این جاهاش عوض میشه خب توکل بر خدا خیلی مهمه شما آیا مشکلات داشتید که بر خدا توکل کردید؟ نه حس کردید که لغزش خوردید؟ توکل بر وعده های خدا چطور؟ میدونید ما در کلام خدا چندین هزار وعده داریم باید بر وعده های خدا توکل کنیم و خودمون رو کاملا به خداوند بسپاریم دیگه چه پیشنهادی دارید صحبتی دارید جوانان ما دیگران وقتی این برنامه رو میبینن برکت بیابند چه کار کنیم لغزش نخوریم عدم توجه به زندگی دیگران آها یعنی ما همیشه زوم نکنیم رو زندگی دیگران خیلی خوب شاید ضعف دارن نه سو استفاده نکنیم بگیم خب این ضعف داره پس منم ضعیفم خیلی جالب کردن به خدا و صبور بودم اینجوری نباشه که سریادم بخواد ناامید بشه اگر که مثلا چندین و چند بار آدم دعا میکنه ولی اگر جوابش رو نمیگیره همچنان اعتماد داشته باشیم و صبور باشیم اینجوری نباشه که سریع لغزش بخوایم و ناامید بشیم از اون که کاملا درسته اعتماد بر خدا امیر جان چیزی میخوای بگی فکر نکنم اگه کاری انجام میدیم کسی ببینه مثلا باعث جلو گرفتن از کار انجام شده آها یعنی اعمال و رفتار ما مواظب باشیم ها یعنی عملی از ما سر نزنه که مردم لغزش بخورن نه؟ و خودمونم مواظب باشیم که لغزش نخوریم یه نکته که خیلی جوانان باید رعایت کنن افسوسیان باب چارای بیست و هفت هست ابلیس را مجال ندهید میدونید مجال یعنی چی؟ مجال یعنی فرصت, فرصت انجام عملیات نظامی بر علیه ما ابلیس را مجال ندید یعنی فرصت ندید که به ضد شما نقشه بچینه نقشه بریزه کاری بکنه که ضربه بزنه ابلیس را مجال, مجال ندید. ندید با گفتن دروغ سعی میکنه به شما حمله کنه و شما را دلسرد بکنه نسبت به خدمتتون نسبت به زندگیتون نگذارید شیطان عملیات نظامی را تدارک ببینه و تحرکات نظامی داشته باشه بر علیه شما جنگ ما با خون و جسم نیست بلکه با ریاست ها و قوات و شریر جنگ ما با انسان ها نیست پس اگه میخوایم لغزش نخوریم مواظب باشیم گول شیطان نخوریم آمین آمین خداوند هم میتونه کمک کنه دیگه چه راه حلایی پیشنهاد میکنیم مثلا خودمون با دیگران مقایسه نکنیم خیلی خوب مقایسه نکنیم عالیه با دیگران در کلیسا یا در جامعه. یا مثلا نگیم که وای فلانی که اصلا مسیحی نیست یا ایماندار نیست ببین چقدر مثلا خوب زندگی میکنه برای ما که مثلا مسیحی هستیم چه این چور مثلا بدبختی یا مشکلات داریم این باعث میشه که باعث لغزش بشه ما به طرف کارای بد جلبه زندگی خودمون رو یا خودمون رو مقایسه نکنیم خیلی خوب مقایسه گای باعث میشه که ما ناامید بشیم علکی ناامید بشیم یا اینکه گاهی هم خودمون رو برتر بدونیم نه اونم هست دیگه آرسینا دست بلند کردیم این اینکه چیز میخواستی بگیم من میخواستم بگم نقاط ضعفمون رو بشناسیم انکارشون نکنیم یا کوچک، کوچیکشون نبینیم نگیم این چیز مهمی نیست حالا اینم نه روشون دعا کنیم و واقعا از خدا بخوایم که عوضمون کنه و نکات قوت که خدا تو پشتمون گذاشته با اونا مغرور نشیم چون این دوتا یه جوریه که واقعا ما رو به لغزش میبره اینکه کم دیدن ضعف و غرور نکات قوت خیلی موضوع جالبیه که اگه ضعفی داریم اعتراف کنیم توبه کنیم نه علکی بزرگش کنیم آخه بعضی ها میدونی انگار دائم میخوان بگن من در حال لغزشم یعنی اینا هی دارن سر میخورن رو اون صخره که گفتیم یا دائم دارن دنبال اون دام و تله میگردن اون دوروبر نگردیم اگه ضعفی داریم توبه کنیم اعتراف کنیم بزرگ نکنیم خیلی خوب موافقید این ها را بزرگ نکنیم اگر هم برکتی داریم مغرور نشیم کلام خدا در رومیان باب 16 آیه 17 16 17 میگه از منشه تفاریق و لغزش ها اجتناب نمایید اونایی که عامل جدایی هستند اونایی که در راه رشد روحانی ما مانع هستند از اونها ما دوری بکنیم و مخالف تعلیم درست کلام خدا هستند ما از اونها به دور باشیم دیگه چه چیزای پیشنهاد می‌کنید برای اینکه لغزش نخوریم با ایمان مشارکت داشته باشیم مشارکت داشته باشیم. باشیم حالا در مورد توقعات چی میخوام یکم شما رو وادار کنم و حرف بزنید توقعات زیادی یعنی اصلا گای مردم کلیسا میرن جلسات خانگی یا در کلیسا زیادی از هم توقع دارن به من باید برسن برای من حتما همیشه دعا کنن من تو کلیسامون یه نفر رو داشتی میگفت کشیش هفته ای دو بار باید خونمون زنگ بزنه او <applause> کشیش با 300 نفر الان من کار میکنم چجور هفته ای دو بار خونه این خواهر زنگ بزنم یا این برادر حالمو بپرسه حتما بعد از جلسه هر یک شنبه باید برای من دعا کنه و بعد لغزش میخورد کاهش توقعات توقعات بیجا. درسته؟ توقعی هم هست که بجا هست اینها خیلی مهمه مشکلات زندگی چی؟ اصلا اینجا ما نشستیم کی مشکل نداره دست بلند کنه کی مشکل نداره جورت نمی کنه. همه ما مشکلات داریم من گاهی تو کلیسای خودم میگم من کشیش اینقدر مشکلات دارم اگه بگم شما نفر یه دونه سطل باید بیارید اونجا بشونید گریه کنید تو اون جمع بشه ما در مشکلات عیسی مسیح را داریم آمین برای شما زحمات خواهد بود ولی خداوند میگه من بر این جهان غالب شدم خاطر جمع باشید ما در مسیح پیروزی داریم ما باید صلیب خود را حمل کنیم و دنبال مسیح بریم در مشکلات نباید بدبین باشیم همه چیز به خیریت ما هست توقعات بیجا رو کم کنیم ما ایماندارایی داریم من میگم ایماندارای شکلاتی شما شکلات خوردید پفک چی برد. الان اینجا رومیز از اون پوفک نمکی ها بود این تمام قیافه را رنگی میکرد بعضی از ایماندارا اینجوریان مسیح میگه صلیب را بردار دنبال من بیا اینا تا یه مشکل دارن اینا ایماندارای پفکی و پف کردن پفکم خوردن ایماندارای شکلاتی هن. شکلاتی نباشیم محکم باشیم آمین بریم جلو رشد کنیم اگرم افتادیم خداوند دست سوراخ شده عیسی مسیح ما را بلند میکنه و زندگی ما را عوض میکنه لغزش واقعیتی است که وجود داره چقدر ما باید دعا کنیم برای دوستانی که لغزش خوردن و الان باید برگردن مثل پتروس گوسفندای گم شده اگر لازم است بریم سراغشون چقدر افرادی که دلهاشون شکسته به کلیساها نمیرن ضعیف شدن در ایمانشون خیلی وقتا متاسفانه بله. خود کلیسا ها هم این اتفاقا میفته یعنی خود آدمایی که دل سرد میشن و لغزش میخورن خیلیاش متاسفانه از خود اون کشیش کلیسا هست. از ام... ناآگاهی آگاهی اون که یعنی اون کشیش کلیساست. بله. من خیلی از کسایی رو میشناسم که قبلا ایماندار بودن و متاسفانه الان لغزش خوردن و دلشون از کلیسا شکسته ای که این اتفاق افتاده درسته واقعا باید برای اونها دعا کنیم البته مخصوصا اگر یک نفر به کشیش یا رهبر نگاه میکنه خب مسلمه اون رهبر رهبر کلیسا کشیش کلیسا شبان خادم شماس کس که خدمتی انجام میده اون باید الگو باشه تا جایی که میتونه ولی حق دارن مردم یعنی گای مردم حق دارن لغزش بخورن من نمیخوام بهشون این حقا حتما بدم ولی به خاطر اینکه نگاه میکنن این ضعیفه اون کشش اونجوریه یا این جوان اونجوریه ما مواظب باشیم رفتار ما باعث لغزش دیگران نست. نشه نه واقعا مسئولیت پذیر باشیم یک داستانی رو براتون بگم این داستان هم میاد نگم در یک جای خوندم توکل بر خدا و اعتماد به وعده های خدا خیلی مهمه یک پادشاهی در یک شب زمستانی شب سرد زمستانی از قصر خودش خارج شد. هنگام بازگشت به غصر سرباز پیری را دید که جلوی غصر داره نگهبانی میده. مثل که متوجه نشده بود سالها اون سرباز اونجا بود ولی دیگه پیر شده بود. هوا خیلی سرد بود. به اون سرباز گفت تو اینجور با این لباس اینجا داری نگهبانی میدی من وارد قصر که بشم لباس گرم برات میفرستم وعده داد کاملا به من اعتماد کن لباس گرم همه چیز ماهیاست میتونی اینجا گرم بشی سربازم خوشحال شد ولی چیکار کرد پادشاه وارد قصر شد وعده ای که داده بود فراموش کرد روز بعد سرباز جلوی قصر افتاده جسدش یخ زده و از این دنیا رفته بود یک کاغذی نوشته بود پادشاه من سالها با همین لباس اینجا نگهبانی میدادم ولی وعده های تو منو کشت وعده سر خرمن نمیشه به انسان اعتماد و توکل کرد ما باید به خدا توکل کنیم و اون سربازه اونجا جان خودش را از دست داد جسد سرما زده و یخزده خیلی قشنگ میگه من هر شب با همین لباس کم سرما را تحمل میکردم اما وعده های لباس گرم تو من را از پای در آورد واقعا اگر خدا به ما وعده ای داده وعده سر خرمن نیست وعده های خدا آمین برکت انجام میشه آمین؟, آمین, ما میگیم آمین خدا میگه من تو را دوست دارم ما را دوست داره حتی لغزش هم که میخوریم عزیزانی که امروز این برنامه رو ممکنه ببینن شاید بعضی ها دلشون سرد شده نه ما باید براشون دعا کنیم شاید لغزش خوردن زندگی یک نفر رو دیدن خادم خدا ایماندار معمولی و شاید در گناه افتادن اینا باید عاشق کلام خدا بشن باید عاشق کلیسای واقعی مسیح بشن دعا کنن به این و اون توکل نکنن یه کمی هم توقعات رو پایین بیارن و نگاه کنن به وعده های خدا که همیشه باعث برکته شما دیگه چه پیشنهادی دارید بگید که ما واقعا در این مورد فکر کنیم اگه چیزی دارید خیلی آزاد خیلی راحت باشید بگید به نظر من در انتخاب دوستای خودمون باید مراقب باشیم مخصوصا اون اشخاصی که در اوایل ایمانشون هستن چون که این باعث لغزش میشه اگه با دوستای مثلا منفی یا دوستای بد مشارکت داشته باشن درسته. یعنی ممکنه شما یک دوستی رو انتخاب کنید خیلی آدم تلخیه خیلی آدم آدمی که ایراد میگیره محکوم میکنه اون دائم هی بگه باعث لغزش میشه نه شما رو میندازه در دام آیا برای لغزش خوردگان باید حتما دعا کنیم یا نه برد. برد. یا بگیم ولش کن هیچ وقت خوشحال نباشیم بگیم این خوب شد رفت این خوب شد لغزش خورد من میدونستم آقا گای ما اینجوریم جوانان میگم من میدونستم از روز اول این ریافش معلوم بود که لغزش میخوره و سقوط میکنه نه ما اینا رو نگیم محبت به برادر کمک میکنه که برادر ما لغزش نخوره ای کاش من وقتی میخونم کلام خدا را اسامی یهودا دیماس و اسامی دیگه ای که هست اینا نوشته شده برای ما که ما درس یاد بگیریم یا اون هنانیا سفیره که افتادن و زندگیشون از بین رفت واقعا باید دعا کنیم با محبت ولی عزیزان جوانان همیشه فروتن باشید آمین, آمین. زیر دست زوراور خدا فروتنی نمایید تا شما را در وقت معین سرفراز فرماید همیشه فروتن باشید و موازه باشید نه لغزش بخورید و نه لغزش, لغزش. لغز. موافقید یک دعایی بکنیم من میخوام الان براتون دعا کنم با هم متحد بشیم خداوند عزیز من به عنوان خادم تو که سالها خدمت کردم دعا میکنم قبل از هر چیز کمک کنی رفتار من زندگی من طوری باشه که کسی لغزش نخوره همونطور که محسا گفت حتی شاید مردم از زندگی کشیشان خادمی لغزش بخورن ما خیلی باید مواظب باشیم خداوند عزیز برای جوانانی که اینجا هستن و تمام جوانانی که این برنامه را خواهند دید دعا میکنم به نام عیسی مسیح کمک کنی لغزش نخورن و لغزش هم ندن کمک کنی در دام شیطان نیفتن و روی صخره بتونن دوام بیارن نیفتن چون در این دنیای گناهکار هر آن ممکنه ما بیفتیم ما را از غرور به دور نگه دار مغرور نشیم فروتن باشیم کلام تو را بخونیم عاشقانه از تو پیروی کنیم از اون ایماندارای شکلاتی و ایماندارای ساده بیرون بیاییم بدونیم پیروی تو صلیب داره مشکلات داره جفا داره زحمات داره ولی در هر وضعی در جفا در زحمات و در هر حالتی تو با ما هستی دعا می کنیم شک نکنیم لغزش نخوریم و در هر وضعی نام تو را جلال بدیم مخصوصا جوانان عزیز به نام عیسی مسیح عزیزان را به دستای مقدس تو می ای عیسی زنده به نام تو دعا میکنن آمین آمین آمین, آمین. چقدر عالی دعا نه دعا که می کنیم لغزش نمیخوریم برید و لغزش نخورید برید در حضور خدا لذت ببرید تا جلسه بعد شما رو به خداوند میسپارم خدا, می خدا همراه شما احساس خوبه یا بده؟ خوبه خوبه, خوبه. احساس خوبه. اگه کسی احساس نداره یعنی چی؟ بی احساس بی... آدم مرده بی احساس آفرین بیمار آدم ماره. مرده احساس داره یا نه؟ نه خب اصلا بری پیش مرد جوک بگی میخنده بلند میشه از تابوت میگه <applause> چقدر قشنگ بود نه آدمی که زنده است احساسات داره نصیب خود را به خداوند بسپار میدونید نصیب یعنی چی یعنی نگرانی تمام نگرانی های خودتون را بندازید روی عیسی مسیح میگه تمام اندیشه خود را به وی واگذارید یعنی اینا وردار بنداز روی مسیح پس نگرانی های خود را به خداوند بسپاریم خداوند تکیه گاه ماست خداوند میخواد ما از استراب آزاد بشیم